سلام ما دکتر قیس نگزاد هستم میخوایم امروز در مورد یک شکایتی که معمولا ناشناخته شده هست و اکثر افراد از این رنج میبرن و بار 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 دوای چپلوری را خوردم و دوای فلانی را خوردم دوای فلانی را خوردم ولی همون مطل است که دی کجا در اختا در کجا امروز چپلوری در جامعه ما شما به تجارت تبدیل شده امروز جنسی در جامعه ما شما به تجارت تبدیل شده و ببینید که بازارش گرم است و می خاطر من می مرض را بر شما تشریح کنم که اکثر افراد در جامعه ما شما رنج ببرد تحت عنوان IBS یا Irritable Bowel Syndrome. سندروم سندروم روده تریک پذیر رودا به مثال می گیره اونجا توی هم و اتن هم اندازن یعنی چی؟ یک حالت مبهم کلینیکی و شکایاتی که مریضا می داشته باشن علت اساسیش تا به حال در دنیا معلوم نیست و فقط در حد تیوریست مریض از درد متکرر در شکم به خصوص قسمت پایانی شکم خود که حد اقل بیشتر از شش هفته ای درد را تجربه کرده باشه و هفته یک روز ای درد را داشته باشه و تجربه کنه و این درد مترافق با تغییر در شکل، تغییر در قوام، تغییر در نوبت مواد غایطه همزمان باشه یعنی مریض ببینی که یک دفعه مواد غایته سخت میایه، یک دفعه نرم میایه یک دفعه بتر مثال قبض اس, یک دفعه سال است یک دفعه به سال, سال شمی می داشته باشه یک دفعه هر قدر که در تشناب زور میزنه مواد غایتهش تخلیه نمیشه مریض ها مترافق با شکایات نفخ و باب در شکم خود داره میگه این قنانه که میخورم شکم پیش مبرا دمش میکنه حساسیت با یک سلسله غذاهای مشخص موجود است مثلا مریض سیر گندنه نوش پیاز تخم و در پلو از شیر ماست اصل کیک این غذا را که میگیره ببینید که نفخ و بادش کم زیاد میشه و سال میشه در پهلوی از او تغییر در نوبت مواد غایت موجود است مریض ببینه که یا احسال بسیار شدید است یا قبضیت بسیار شدید داره یا که چند روز سال است چند روز قبضیت است و یا که ممکن است عادت معایش نرمال باشه فقط درد شکم داره و بار در شکمش موجود است از سوی حازمه ای مریض رنج میبرد آرق ترش و جگرسوزی سوزی پیششان موجود می سر سردرد است و تاریخچه وقتی که ببینید ببینی تاریخچه امراض روانی را داشته وسواس فکری داره استراب داره افسردگی را تیر کرده دواهای اعصاب استفاده کرده و زیاد وسواسی است و همیشه اینا درباره باره مرز فکر میکنه کدام سرطان نباشه کدام به سال مشکل جدی نباشه خدا نی دکتر فامید نفهمید مگه مشکل من جدی است باز دوا به دوا دوا, دوا دوا یعنی تاریخچی امراض روانی پیش از مریضا موجود هست خب حالا ما میخوایم بیان کنم که چرا ای سندروم رودی تاریخ پذیر یا مجموع اعراض پیش مریضا سیستم آزومه با وجود فقط در حد تیوری است فقط در حد تیوری تا به حال تایر کس تثبیت نکده نمبر اول پیش مریضا هایپر سنسیتیویتی موجود است یعنی سیستم آزومه اساس است اگر ما به طرم سال اینقدر فاز کلوغ غذا را بخورم هیچ گپ نیست نفخ شکم پیدا نمیشه این مریضا که نمک اگر که خوردک ببینی که نفخ و پیدا میشه را سیستم هاضمه شان در مقابل بعض غذاها حساس است دوم تیوری قسم بیان میکنن که برق ازلی سیستم حازمه از اینا مشکل داره یعنی بعض اوقات یا حرکات خود کم میکنه مریض قبض حرکات خود از زیاد میکنه مریض سال و که باید بعضا کم بعضا زیاد مریض بعضا قبض بعضا سال و تیوری آخری که وجود داره منظوی روانی هست یعنی اللحاظ سیستم حسابی ازی مشکل می داشته باشه و در نهایت نارامی در دستم آزمه بوجود میره بعض اوقات ممکن است سندروم روده ترک پذیر بعد از یک سلسله حالات التهابی در روده ها در نزدیک یک فرد وجود ده یعنی پست انفلاماتوری فیز مریض چ پولوری تر کده بعد از مریض یک تسمم غذایی تر کده بعد از می حالت پیش تاس به وجود اومده خب آی بی اس اون دترین در چیز نفخ و باد در شکم درد در شکم تشوشات روانی آرق ترش کردن سردردی کسالت خستگی درد عضلات و حساسیت با یک سلسله غذاهای مشخص تشخیص تفریقی باید صورت بگیره مریضایی که مثلا شیر تعامل کرده نمیتونه لاکتاز دفیشینسی می داشته باشه شیر ماست چکه پنیر خورد سال مریضایی که گندم وارد گندم را تعامل کرده نمیتونن وقتی گندم خورد ببینید سالات و دردش در کمش پیدا میشه مریضایی که بتارن سال وپل دیزیز می داشته باشه مریضایی که شارت بال سندروم می داشته سندروم رو دیکوتا عملیات شده الیومش قیچی کرده 100 سانتی شه بیماری هایی که آنتی بیوتیک اسوسییتد کولایتیس می داشته باشه با استفاده از دوای آنتی بیوتیک التهاب در روده های ایجاد شده این مریضی ها را باید متفریق کنیم که تفریق میشه باید از طریق دان مریض اندوسکوپی انداخته شود و بعد از اون توتا گرفته شود بایوپسی بنابراین باید تشخیص تفریق شود خب چگونه تداوی میکنیم ای بیس چی قسم تداوی میکنیم نمبر اول بر مریض باید ریاشورنس داده شود هم وطن گلم کلا مشکل جدی نداری بیا در گپادیس این مرض قسم است که واکسنگ و واننگ داره خوب است خراب است جور میشی خراب میشه، جور میشی خراب میشه کلا مشکل جدی نیست تشویش طرف کن، نگرانی طرف کن، نه سرطان است نه کلا کدام تومور است نه دیگه است آرام باش ریلکس خدا احساس کنه تو خوش باشی این مرض خوب است دوم مریض باید خودش بر خود کتابچه تنظیم کنه که چی سرش بد میخوره وان چیزی که سرش بد خورد نمیخوره در افغانستان ما خود چنگا و پشت پریز است مریض شکر که بیچاره نمیخواد پریز کنه خود پریز میکنه و اوی که پریز ضرورت نداره مورقه ایوانی دارم یه پنج سال ماست نخوردیم که کار غلط کردی دیگه کار بسیار نادرست کردی میخوردی بوجی بوجی ماست میخوردی مگم پاستی روزه شده پریزای به جای جای نداره در تبابت بعد, بعد مرمریز پریز توصیه شوه چیزای سرش بد میخوره رو نخوره در از مینان داده شوه روان درمانی شوه بعض اوقات همی کفایت میکنه اگر اصال متبارز بود دواهای زده سال اگر قبضیت متبارز بود دوای مشخص زده قبضیت نفخ و باد در صورتی که زیاد بود پروبایتیک و انتیبیتیکای نان آبسر و بل برمریز توسیه میشه و در پولیز در صورتی که دردای شکم بود دواهای زده سپزم برمریز توسیه میشه و اکس دواهایی که روان مریض الهاز روحی تحت کنترل خود قرار بده اگر نفخ و باد اضافی در شکم موجود است در دشکمتون موجود است بعض اوقات سال بعض اوقات قزت تا تخلیه درست سیستم هاضمه در پیشتون صورت نمیگیره بازوتنی فرصت به دکتر مراجعه کنید تا عاملش تثبیت شود تا دار بعد پدروت